عوض شد، اسمشو عوض کردیم. خودش گفته بود اسممو عوض کنید، خودش گفته بود اسمم عوض کنید. آزادی کرمی، آزادی از تناب دار و چوبه دار نترسید، از چوبه دار نترسید. گفت بیگناهم، گفت بیگناهم. آزادی گفت بیگناهم. امشب خاک، اون گلی که ریختیم سر خاکش، اون گلی که ریختیم سر خاکش، اون گل امشب جوانه میزنه با روح مهدی. ما بذر آزادی کاشتیم، ما بذر آزادی کاشتیم. آزادی با دستهای خودش بذر آزادی کاشت. آزادی نمرده، آزادی نمرده. البته که اولین برکتی که خدا به انسان داد در زمان خلقت آزادی او بود. اگر خدا انسان را آزاد نیافریده بود، مسلماً انسان مانند رباتی بود که دیگه احتیاج به قوانین و شریعت نداشت. خود خداوند او را کنترل میکرد، مثل انسانهایی که رباتی رو درست میکنن و اون رباتها رو تحت اراده خودشون ساختن و آنچه که در ذهنیتشون هست از اون استفاده میکنن. با توجه به اینکه 43 سال هست، ما میدانیم با قوانین سخت قرآن، با قوانین اسلامی، چه از احادیث گرفته شده، چه روایات و چه معلمین کاذب اسلامی از خودشون گفتن، نظام اسلامی اشد فشار فرهنگی، روحی، روانی، جسمانی، اقتصادی به این سرزمین آورده و سرچشمه این رنج خود اسلام بوده. آنچرا که خود نظام اسلامی میگه با اطلاع رسانی نسبت به قرآن، به احادیث، به قوانین اسلامی. اما امروز شاهد بر این هستیم که خیلی از عزیزان حتی متاسفانه در اپوزیسیون سعی میکنن به نوعی نجات دهنده این ایدئولوژی اسلامی باشن. هرگز صحبت من ضدیت با یک مسلمان نداره، هرگز. ما مسلمان ها رو دوست داریم، به طور خاص مسلمانی که در ایران هستن. پس با یک مسلمان من الان ضدیت ندارم. این سوالی که دارم میکنم، ضدیت من با قوانین سخت ضد بشری جمهوری اسلامی هست که خودش میگه این منابع رو از کتابی به نام قرآن گرفته و قوانین اسلامی گرفته. ما این صداها رو میشنویم که شما سعی کنید، افرادی هستن، اساتید دانشگاه هستن با تحقیقات، حتی ما آخوندهایی رو داریم الان دیگه مسلمان نیستن، اونها دارن آگاهی رسانی میکنن، دارن این اطلاعات رو میدن، این آگاهی رو میدن که اسلام نمیتواند نسبت به حکومتداری جایگاه درست باشه چون قوانینش ضد بشری هستش. اما افرادی هستن میگن نه نه، الان شما کاری به این موضوعات نداشته باشید چون مسلمانان میترسن. ذهن من رو میبره تو جایگاهی که هیتلر یک زمانی محکوم شد و خب خیلی ها اون زمان هنوز طرز تفکر ایدئولوژیشون نازیستی بودش. بله، آپارتاید در از ابزار کارشون بود و بین انسانها تفاوت گذاشته بودن. برای همین چندین میلیون انسان رو کشتن، به خاطر اینکه در حزب نازیست این بود که انسان‌هایی هستن که اصلا نباید زنده باشن. خب آیا خوب بود در اون زمان هم میگفتن خب هیتلر رو کشتیم، اما به ایدئولوژی نازیستی ما کاری نداشته باشیم. از شما میخوام بشنوم آیا میتواند این درست باشه؟ حرف شما کاملا درست و مسئله اینه که کسایی که به عنوان مسلمان مطرح میکنن شاید حتی یک بار هم قرآن رو با ترجمه درست نخوندن، حتی یک بار هم یک کتاب تاریخ مثلا خود اسلام که از 1400 سال پیش تا حالا اومده تا امروز چه کرده و چه شده و بین خودشون چه جنگ و رقابت هایی بوده و مثلا از اون امویان بگیریم تا عباسیان و نمیم فلان، خود اینا چقدر هم دیگر رو بین بردن، همش برای قدرت، پول، ثروت بوده و بعدم خب متاسفانه سکس و بقیه چیزایی که به عنوان رفاهیات میشناختن. به همین دلیل است که بایست این اندیشه نقد بشه. میبینیم که در فرانسه نشریهی مثل شارلی ابدو پشتش هم قانون اساسی و آزادی بیان هست، همونطور که در قانون اساسی آمریکا آزادی بیان اصل اول قانون اساسی هست، این حق رو میده که شما نقد کنی، بررسی کنی، ولی با
شخص کاری ما نداریم با شخص زنده که الان با ما داره تو این جامعه زندگی میکنه، هر کسی عقیده‌ای دارد آزاده برای خودش، به زورم نمیتونه تحمیل کنه، ولی میتونه بحث بکنه، صحبت کنه، دفاع کنه، حمله کنه. و این رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، رشد ایدئولوژی، رشد افکار عمومی رو خواهد داشت. این هستش که حرف شما کاملا درسته و کسایی که میخوان جلوی نقد و رشد رو بگیرن مثل همونایی هستن که مجید رضای رهنورد رو دار میزنند و میکشند و هزاران زندانی دیگر که در ایران از دهه 60 از همون سال 57 کشته شدند به صرف اینکه طور دیگه فکر میکردند، عضو مثلا حزب مثلا توده بودن، عضو مثلا حزب سازمان مجاهدی بودن، عضو حزب فدایی بودن، عضو حزب مثلا گروه های مختلف کردی یا بلوچستان یا مثلا آذربایجان یا خوزستان بودن، به دلیل اختلاف نظر و اندیشه کشتار شدن. تا امروز هم این کشتار همش به نام دین اسلام ادامه داره. قیامگر و مبارز، درود بر تمامی قیامگرانی که فقط طی 4 ماه اخیر با مبارزاتی خستگی ناپذیر مشتی خورد کننده بر دهان رژیم فاشیستی تروریستی آخوندی زدند. امروز این جانب غلامرضا خاجری اجازه پیدا کردم که در خدمت کشیش رسول حیدری و جناب آقای احسان کارآموز باشم که به خاطر این فرصت از آقایان محترم بسیار متشکر هستم. امروز روی سخن من با تمامی سازمان‌های حقوق بشری، ارگان‌ها و نهایت‌های حمایت کننده از مردم تحت ستم ایران زمین، خصوصاً سازمان ملل متحد در کشور ترکیه می باشد. این جانب در آستانه دیپورت و فرستاده شدن به زندان شکنجه و اعدام رژیم آخوندی تروریستی می باشم، آن هم با سابقه طولانی مبارزه نوشتن و سخن گفتن بر علیه استبداد رژیم آخوندی. من دیگر چه انتظاری می توانم از این سازمان ملل متحد در ترکیه برای نجات جانم داشته باشم؟ سازمانی که ده ها نفر بشر دوست فعال به خاطر این جانب زمانی که با این سازمان تماس گرفتند از سازمان ملل متحد این جواب را دریافت کردند: در مورد این شخص دیگر با ما تماس نگیرید، چون که ما در این مورد کاری نمی توانیم انجام بدهیم. این مشکلات فقط مختص این جانب نیست، وگر این بانگیر تمامی پناهجویان واقعی سیاسی در کشور ترکیه می باشد، کشوری که مانع ملاقات این جانب با مسئولین دولت سوئیس هم شده بود و با این عمل غیرقانونی تمام قوانین رو بین‌المللی زیر پا گذاشته بود، و در این مورد توجه دولت سوئیس رو به این مسئله جلب می کنم. و این واقعیت‌های تلخ هم در داخل کشور سوختمان و هم در ترکیه نشان دهنده این است که ما ایرانیان به صورتی کامل تنها هستیم و حامی واقعی ما فقط و فقط خودمان هستیم. با تأسف فراوان، با تشکر از استادان ارجمند، غلامرضا خاجری. سلام برادر احسان، وقتتون بخیر. من و ولید برادرم هستیم، اینجا توی بازداشتگاه الان امروز کلیپامو رو گرفتن، بازداشتمون کردن. این کلیپ هم دارم میگیرم بخاطر اینکه اطلاع داشته باشید، شاید یه زمانی به درد بخوره، نیاز باشه از ما خبری نباشه، بدونید که ما اینجا هستیم. در پناه خدا باشید. ملاحظه فرمودید از پناهندگان عزیزی هستن که در ترکیه بودن، حتما گزارش کاملش رو از دکتر احسان عزیز خواهیم شنید. همچنین خوشحال هستیم که با دکتر احسان عزیز هستیم و مهمانشون آقای سامان عزیز که بر اثر حملاتی که متاسفانه نیروی نظام اسلامی به ایشون داشته چشمشون آسیب دیده و بیشتر از ایشون خواهیم شنید. متاسفانه با توجه به شرایط جدیدی که برای ایران به وجود اومده، تعداد خیلی زیادی از هموطنامون به خاطر موضوعات امنیتی مجبور شدن به صورت قاچاق وارد کشور ترکیه بشن و تعداد متقاضیان پناهندگی خیلی زیاد هست و هر روز هم رو به افزایش. متاسفانه به این ترتیب باعث شده که دولت ترکیه حساس‌تر بشه روی ایرانی‌ها، و چون تعداد نفراتی که میخوان ثبت نام بکنن زیاد هست، میخواد که هر طوری که شده تعداد پناهنده‌های ایرانی رو بالانس بکنه. یعنی اینکه اونهایی که اینجا بودن و ردی گرفتن و هر چه زودتر دیپورت بکنه به ایران.
دو تا از عزیزانی که ویدیوشون پخش شد به نام امید و ولید سیدانی، این دو عزیز از خادمین کلیسا هستند. سالهای سال هست که در ایران و در ترکیه شبان کلیسا هستند. این دو عزیز ردی گرفته بودند توی مصاحبهشون و پروسه دادگاهیشون در حال انجام بود. متاسفانه طی یک اقدامی که حالا نمیشه چندان گفت قانونی، اینها رو دستگیر کردن و به کمپ منتقل کردن. این دو عزیز ویزای آمریکا رو دارن، یعنی قبولی آمریکا رو داشتن به واسطه همسرشون و ویزاشون هم اومده بود. این دو عزیز منتظر بودن که بلیط تهیه بکنن و برن و الان داخل کمپ هستن. اگر به ایران برگردونده بشن واقعا جونشون در خطر هستش، چون عزیزان از شبانهایی هستن که توی فضای مجازی هم برنامه‌های زیادی رو داشتن، بشارت میدادن و توی کنفرانس ها شرکت میکردن. واقعا اگر برگردن توی خطر هستن، مخصوصا که اینها از عشیره اومدن بیرون، یعنی توی جنوب ایران عشیره هایی هستن که به شدت متعصب هستن. خود همون صاحبان عشیره یا بزرگان عشیره تهدیدشون کردن که اینها رو میکشن، چون میگن با آبروی ما بازی کردید. پس در دو جهت اینا جونشون در خطره، هم از طریق جمهوری اسلامی و مامورانش و هم از طریق بزرگان عشیره. برای همین اینها نباید برگردونده بشن. اینها طبق قوانین بین المللی باید توی ترکیه نگهداری بشن تا زمانی که از طریق ویزاشون بتونن از این کشور خارج بشن. ما کمپین رو تشکیل دادیم برای این دو عزیز که بتونیم کمکشون بکنیم. تمامی فعالین حقوق بشر و پناهجویی تو این زمینه دارن کمک میکنن. آمین که به فیض مسیح بتونیم کاری بکنیم که اینها آزاد بشن، زودتر از اون کمپ بیان بیرون. و دیگر عزیزی که داخل کمپ هستن، غلامرضا خواجوی هستن. ایشون هم یک کنشگر سیاسی بودن. قبل از اینکه این موضوعات توی ایران پیش بیاد سر بحث حجاب و موضوعاتی که به زنان برمیگرده، ایشون یک فعال بودن در زمینه زنان فعالیت میکردن. آزادی خواه بودن ایشون. توی فضای مجازی بسیار بسیار فعالیت میکردن و ایشون هم ردی داشتن از مصاحبهشون و دستگیرشون کردن، بردنشون داخل کمپ. حدود 8 یا 9 ماه هست که ایشون فکر میکنم داخل کمپ هستن. به هیچ عنوان اجازه ملاقات داده نمیشه به خانوادهشون و ایشون قبولی از کشور سوئیس دارن. ویزای بشردوستانه اقدام کرده بودن، جز و انگشت شمار انسانهایی بودن که تونستن این ویزا رو دریافت بکنن. باز هم دولت ترکیه این اجازه رو بهشون نداده که بتونن از کمپ بیان بیرون و به کشور سوئیس برن. نمیدونم چرا دارن این کار رو میکنن، که حتما باید این اشخاص دیپورت بشن به ایران و این کار جونشون رو در خطر میندازه. غلامرضا خواجوی شخصیه که سیاسیه، تو تمام شبکه‌های سیاسی صحبت کرده و اگر برگرده دچار مشکلات فراوانی میشه. این سه عزیزی که خدمتتون عرض کردم تعدادی هست. حالا این سه نفر از اون 100 یا 200 نفری که داخل زندان هستن صداشون به من رسیده که به من تونستم مطرح بکنم. تعداد خیلی زیادی هستن که توی کمپن و حتی اجازه ندارن که تلفنی با من تماس داشته باشن که من بتونم صدای اونها باشم. میخوایم از الان بشنویم از سامان عزیزمون. خدمت شما و بینندگان عرض بکنم، در طی 2 هفته ابتدایی اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی این اتفاق برای من افتاد. از فاصله نزدیک توسط مامورانی که شناسایی شده بودم من توسط ایشون، از فاصله خیلی نزدیک با گلوله پینتبال به صورت من شلیک کردن که این اتفاق باعث شد چشم چپم رو برای همیشه از دست بدم، بیناییش رو از دست بدم. ظاهر چشمم با تلاش دکتر حفظ شد ولی بیناییم برای همیشه از بین رفت و از قسمت جمجمه و دندونهای سمت چپ آسیب دیدم و به دلیل التهاب رگهای مغزم تا نزدیکی مرگ مغزی پیش رفتم. اما اگر بخوام از حال روحی خدمتون بگم، از ابتدای این اتفاق هیچ وقت احساس بدی نداشتم، هیچ وقت حال بدی نداشتم و میدونم که اگر ما هر چیزی رو در این راه از دست دادیم، با هدف از دست دادیم. همه ما هدف داریم، هدفمون بازپسگیری کشور عزیزمونه و
و اون سرکوبگری که به ما شلیک میکنه، اون سرکوبگری که جلوی ما وای میسته، مزدوریه که هیچ هدفی نداره و تنها هدفش از این کار رسیدن به یک پول ناچیزه. شما آینده ایران رو چگونه میخوایی ببینی؟ من آینده بسیار روشن میبینم بعد از این انقلاب برای ایران، به دلیل اینکه مردم واقعا آگاه شدن و دیگه با بیرون کردن بزرگترین دیکتاتورها و تروریست های دنیا دیگه زیر بار دیکتاتوری دیگری نخواهند رفت و کشور ما همونطور که هممون میدونیم پتانسیل هایی داره که جزء بهترین کشورهای دنیا میتونه باشه در صورتی که مدیریت خوبی وجود داشته باشه و قطعا که این رقم خواهد خورد، همونطور که این همه مردم کشورمون از نظر قانون جذب هم نگاه بکنیم سرنگونی رو جذب کردن، این انرژی قطعا به زودی یک روزی تخلیه خواهد شد و به هدفمون خواهیم رسید. دکتر استان عزیز، در قلبم هست برای پناهندگانی که در ترکیه هستن و هر کجا هستن الان ولا تکلیف هستن دعا کنم، و در کنار این آیا موضوع دیگه ای هست؟ میخوام برای سامان عزیزم هم دعا کنم برای سلامتی و شفای کامل چشمش. آیا موضوع دیگه ای هست که براش دعا کنم؟ بله، پیشش راستوی عزیز، با توجه به صحبتهایی که توی این چند وقت گذشته که من با سامان عزیز بودم صحبتهایی که میکنه، همه اینا نشون دهنده اینه که قلبش رو به عیسی مسیح داده. من احساس میکنم باید براش دعای نجات خونده بشه. همین که داره حرف میزنه میگه ما نباید عزاداری کنیم، خب مسیحیت دین نیست، عزاداری نیست، تماما شادیه، تماما محبته، و من احساس میکنم الان زمانش باشه که دعای نجات رو برای سامان عزیز بخونین اگر خودش موافقت کنه. هللویا، هللویا ای پدر عزیزم، خدای قدوس رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، محبتی که خداوند سرزمین عزیز ما ایران رو اینک از طرف تو یهوه دربر گرفته. هرچند هموطنان ما 44 سال هست در ظلم و ستم نظام اسلامی هستن، اما محبت تو یهوه پایدار هست، مطابق وعده‌ای که در کتاب ارمیا باب 49 دادی. خداوند تو میخوای بر قلب ایرانیان سلطنت کنی، اینک مطابق آنچه که در کلامت آمده که پدر جان تو یگانه پسر روحانی خود را بر روی زمین فرستادی و به توسط حضرت مریم جسم بر تن کرده خداوند و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آیا سامان جان آنچه را که اعلام کردم ایمان دارید؟ آمین. و آیا حاضر هستید نسبت به گذشته اگر اشتباهی بوده، گناهی بوده، همه را تسلیم خداوند کنید و توبه کرده و از این به بعد در مسیر عدالت و راستی در کنار خداوندت بیستی؟ آمین. هاللویا، هاللویا. پدر جان اینک از تو میخوام مطابق گواهی که برادرم داد و اعترافی که کرد، نام سامان عزیزم رو در دفتر حیات خودت ثبت کن و وجود او رو، افکار او رو، دل او رو، احساس او رو بشوره خداوند، از هر نگرانی، از هر خستگی، از هر آزردگی خداوند، از آنچه که خداوند به گذشته و فوبیای گذشته مربوط میشه که از طرف تو نبوده، و قوت توی روح القدس رو در بر بگیره و خداوند سامان عزیزم رو برکت بده به امنیت و سلامتی خودت، برکت مالی، برکت خداوند، قوت تازه بر او باشه و او رو در مسیر خداوند مبارزش تو پیروز کن، دست سلامتی و شفای تو بر چشم او قرار بگیره و تو چشم او رو ترمیم کرده و در سلامتی و شفا برکت بده و ادامه حیات او توی دستان تو باشه ای پدر، در نام پدر، در نام پسر، در نام روح القدس. آمین. 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 که با ایمان دریافت کنید.